حاجی در فصل جدید راوانا. 38 روز پیش کریستیانو رونالدو به سرتیتر مطبوعات بدل شد. اسطوره منچستر یونایتد اعلام رفتن کرد. این خبر مثل بمب در رسانه‌های انگلیسی و اروپایی ترکید و همه در خصوص رفتن کریستیانو از یونایتد صحبت کردن و بر این باور بودن که الان تیم‌ها صف می‌کشن برای گرفتن یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال. ولی الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، اون تیم‌های بزرگی که در خصوصش صحبت کردیم حتی یک لحظه هم به این موضوع فکر نکردن. جوابشون یک کلمه بود: نه. جورج مندس خودش رو به در و دیوار زد تا بتونه کریستیانو رو به یک تیم سطح اول و حاضر در لیگ قهرمانان اروپا برسونه، ولی موفق نشد. بزرگترین بازیکن در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا از حضور در این رقابت باز موند. این قسمت اسطوره‌ای که هیچ کس نخواست. سلام علیکم. خوبی شما؟ سلام علیکم. خوبی شما؟ من علی حاجی هم و این اولین قسمت از سومین فصل راوناست. دلمون تنگ شده بود، یه دو ماهی تعطیل بود، با برنامه نداشتیم، ولی با آیتم‌های جدید اومدیم. یه دو سه ماه پیش از جام جهانی داریم، یه برنامه ویژه برای جام جهانی داریم. می‌خوام در خصوص جام جهانی صحبت کنیم. یک فصل فوق‌العاده به نظرم پیش روی ماست و اگر که کانال ما رو سابسکرایب نکردید، پس همین الان بکنید. همین الان لایک بزنید، کامنت بذارید برامون و مثل همیشه به دوستای خودتون ما رو معرفی کنید. میکنید دیگه، میکنید. این قسمت در خصوص وضعیت کریستیانو رونالدو در منچستر یونایتد. به نظر من در این دو ماهی که گذشت مهمترین موضوع از یک ماه قبل حضور کریستیانو در منچستر یونایتد بود، اعلام رفتن کرد. پس میخوایم در این اپیزود در خصوص سه نکته صحبت کنیم: یکی اینکه رونالدو چرا میخواد بره، دو اینکه چرا کسی رونالدو رو نخواست، و سوم اینکه با حضور رونالدو و با ماندن رونالدو در یونایتد چه اتفاقاتی بر سر این تیم رخ میده. پس بریم سراغش. خب رونالدو میخواد بره رو تو این 34 روزه رسانه‌ها در خصوصش صحبت کردن و از علل اصلیش صحبت کردن و بهش پرداختن و بررسی کردن که مهمترین و بزرگترین موضوع و بزرگترین دلیل خروج کریستیانو از منچستر یونایتد حضور در لیگ قهرمانان اروپا است. اینم به نظر من موضوع رسانه است. ما اگه فصل پیش در خصوص رسانه صحبت کردیم و ارزش گذاری کرد رسانه یک بازیکن چرا خوب است، یک بازیکن چرا بد است و که اون بازیکن خیلی هم بد نبود، اینجا هم رسانه به نظرم داره تاثیر میذاره رو رونالدو و یک چیزی در رونالدو داره بولد میکنه که اون شخصیت رونالدوست و به هویتش بدل شده. آمار فردی رونالدو فراتر از یک بازیکن وفادار شده و نمیخواد به یک بازیکن یا یک رهبری بدل بشه که بخواد پروژه احیای تیم محبوبش رو به دوش بکشه. رونالدو فراتر از این حرفاست، فراتر از این حرفا پیش رفته. نمیگم خوبه یا بدا، میگم تاثیر رسانه روی رونالدو. رونالدو داره به خودش فکر میکنه 100 سال بعد بخوام در خصوص این صحبت کنم. حالا 100 سال خیلی زیاد گفتم، بخوام سالهای بعد در خصوص این موضوع صحبت کنم. کسی به این فکر نمیکنه که من موندم در پروژه احیای یونایتد و در این موفق بودم یا نبودم. اصلا کسی به این موضوع فکر نمیکنه. یک رقابت تکرار نشدنی بین مسی و رونالدو شکل گرفته و از آمار همه صحبت میکنن و اگر این آمار دست نیافتنی رونالدو توسط دشمن اصلی خودش گرفته بشه چه بلایی بر سر رونالدو میاد. رونالدو تنها به چنین موضوعی فکر میکنه و اصلا وفاداری، این که من تیم محبوبم در چه جایگاهی، دیگه در اولویت رونالدو نیست. الان 15 گل مسی فاصله داره با رونالدو برای رسیدن به بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا. 15 گل مسی میتونه در این فصل بزنه؟ نه، غیر ممکنه. نه، مسی میتونه در کنار امباپه و نیمار 15 گل بزنه، عجیب نیست. ولی اگر نتونه، ممکنه فصل بعد هم این اتفاق بیفته و این میتونه تاثیر بذاره بر بیشترین بازی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا. بله 15 بازی در یک فصل رو نمیتونه یک بازیکن انجام بده، ولی اگر فصل بعد بود چی؟ و اینکه عدم حضور رونالدو در لیگ قهرمانان اروپا بخواد تداوم پیدا کنه و اصلا رونالدو دیگه در این رقابت حضور پیدا نکنه، چه مسی حتی بنزما هم میتونه این آمار رو بهش دست پیدا کنه و رونالدو هم چیزی رو نمیخواد. رونالدو اون چیزی که رسانه بولدش کرده و اون چیزی که رسانه ده بهش القا میکنه این هستش که تو یک آمار دست نیافتنی داری و باید در لیگ قهرمانان اروپا تو مرد اول میدان باشی. این به نظرم مهمترین نکتهشه. و دومین نکتهش ناامیدی و بی‌اعتمادی رونالدو به پروژه بازسازی منچستر یونایتد توسط تنهاگ. مشخصا اطمینان نداره. منچستر یونایتد نوید خوبی به هوادار یونایتد نمیده، ابدا نمیده و در پنجره نقل و انتقالات اصلا خوب کار نکرد. بریم یه آیتم ببینیم.
علی اینجا کجاست اومدی؟ یه آیتم جدید داری، میخوای هر هفته در خصوص ترین ها صحبت کنیم، توی فضا راحت و فان و راحت تا بتونیم شوخی کنیم، بتونیم از چیزهای مختلف بگیم. عنوانش گذاشتیم ترین ها. حالا الان ترین ها رو اختصاص بدیم به پنجره نقل و انتقالاتی. اتفاقات بزرگی افتاد، برخیا کل دنیا میخواستن بره نرفت، برخیا میخواستن برن هیچکس نخواستشون، برخیا که خیلی خوشحال شدن از اینکه رفتن. میخوام در خصوص حالا بهترین تیم به پنجره نقل و انتقالاتی صحبت کنیم، باید بگیم بارسلونا. حالا در دورنمای یک ساله، آره دیگه، این دورنمامون رو یک سال در نظر بگیریم، اتفاقات که لاپورتا داره رقم میزنه، 25 سال 25% از حق پخش و فروخته به مبلغ 580 میلیون، اینا یه چیزای عجیب غریبیه که میتونیم خیلی در فضای تحلیلی با یه سری مقالات مختلف بشینیم ببینیم آیا لاپورتا داره چیکار میکنه. ولی اگه بخوایم این فصل رو ببینیم، نقل و انتقالات بارسلونا بهترین نقل و انتقالات بود، و اینکه بازیکن بزرگی اومدن دیگه، از لواندوفسکی، رافینیا که عالی، یعنی اصلا من خودم خیلی عشق کردم این بازیکن داره میاد بارسلونا، لالیگا داره بهتر میشه، و این فضایی که الان حداقل میتونیم پیش بینی کنیم بارسلونا، آره لالیگا داره بهتر میشه. نه رئال مادرید دیگه اختلافش اونقدر نمیشه، این مهمه واقعا، و بارسلونا میتونه اتفاقا امسال جام بگیره و به نظرم مدعی اول هستش با اینکه شوامنی رفته اون. حالا پس مینویسیم بهترین تیم بارسلونا رفت. خب خبرسازترین نقل و انتقالات انتقالی بود که صورت نگرفت، کیلن امباپه که هممون اسکل کرد و گفتم میخوام برم رئال مادرید، نرفت. این به نظرم خبرسازترین اتفاق نقل و انتقالات بود که گفت میخوام پروژه احیای فرانسه و برای من ملیت مهمه اینه بره بابا. حالا یه به نظر من یک الگوی بدل شد که موفق بشه، میتونیم یه تحلیل بکنیم، و موفق نشه میتونیم تو سر آدمهایی که الکی تصمیم های خیلی عجیب و غریب میگیرن و یهو جوگیر میشن بکوبیم. به نظر که شاید موفق بشه پاریس سن ژرمن، شاید بتونه قهرمان لیگ قهرمان اروپا بشه. اگر بشه آیا انتقادش انتقال درستی بوده؟ نمیدونیم. خبرسازترین کیلیان امباپه. در خصوص عاشقانه ترین بگیم، به هر حال تو تاریخ فوتبال دیدیم دیگه، بازیکن میاد هوادارا دل میبندن، معرفه های قوی، حالا معرفه یه فضای دیگه است، ولی اینکه عاشقانه انتقال عاشقانه، این پائولو دیبالا که نشسته بود رو پله ها و رومی ها داشتن واسش آواز میخوندن و دیبالا تحلیف اوباما واقعا جذاب بود، اصلا آدم گریش میگرفت، انگار مثلا چه بازیکنی داره. دیبالا خوبه ولی نه اینجوری، واقعا یک مراسم عاشقانه گرفتن رومی ها، و خیلی امیدوار شدم با مورینیویی که رفتن لیگ کنفرانس اروپا رو گرفتن، الان بتونن در جمع 4 تیم سری آ قد علم کنن، بتونن لیگ قهرمان اروپا بازگردن، و این به نظر خیلی مهمه. عاشقانه ترین پائولو دیبالا. غیر منتظره ترین نقل و انتقالات. نظر شخصی من، شما اگه دوست داشتیم بگین، برای من رحیم استرلینگ. برای من خیلی عجیب بود اصلا این بازیکن، میدونستم از سیتی میره ها، چون اولا بازیکن خوبی نیست، یک این بگیم اتمام حجت بکنیم، به نظرم بازیکن خوبی نیست، و حالا باهاشم بازی میکنیم تو جام جهانی، بازیکن عجیبیه، یه سری اصلا خیلی بیچاره کرد پپ گواردیولا در لیگ قهرمان اروپا، و استرلینگ به نظرم بازیکن خوبی نیست اونقدی که دارن حرف میزنن، خیلی در خصوص بازیکن انگلیسی حرف میزنن، به نظرم اوورریتد ترین بازیکن رو میتونیم رحیم استرلینگ بدونیم. حالا اینکه چلسی چرا این بازیکن رو خرید، با توجه به اینکه ترافیک داره اونجا به درد توخل میخوره، ولی با این مبلغ به نظرم خرید عجیبی بود. و دوم که سیتی چرا به چلسی داد این بازیکن رو، هم برای من عجیب بود. آقا رقیب مستقیمت، اگر حالا لیورپول رقیب مستقیمت باشه، تاتنهام بعدی باشه، آرسنال بعدیش باشه، چلسی دیگه بعدیش میشه، البته نه چلسی بالاتر، شوخی کردم، ولی میخوام بگم که رقیب مستقیمت نده آقای گواردیولا، ژسوس هم دادی اون ور که پس غیر منتظره ترین رحیم استرلینگ. خب گفتم یه دی همه دنیا میخواستن برن، بعد یه خیالشون راحت شد، قابل پیش بینی ترین کسی بود که واقعا دیگه رفت از رئال مادرید، آقای گرت بیل. خوشحال شدن، کل دنیا خوشحال شد، البته که من ناراحت شدم، دوست داشتم سطح یک فوتبال اروپا بازی کنه، سطح یک نه دو بازی کنه، حداقل رفت آمریکا گلم میزنه، اصلا یه جوری بود که همه رو رد شده میخواست با این زاخور مثلا بپره بغلش، رفت پرید بغل کیلینی، من خودشم میدونم اصلا جاش اینجا نیست، ولی به قابل پیش بینی بود که گرت بیل دیگه رابطه اصلا خوبش با رئال مادرید در این تابستون به پایان میرسه و خوب رفت. قابل پیش بینی ترین گرت بیل، بدبخت ترین بازیکن منفیس دیپای، آخه بخاطر رونالد کومن اومد، رونالد کومن بعد 5 هفته
5 هفته بیشتر. بعد از فکر کنم 9 هفته اخراج شد، بعد منفیس پای اومد، جاوی هم گفت من اینو نمیخوام. بازیکن تو لیون خیلی خوب بود، حالا منچستر یونایتدش بعد رفت لیون خودشو احیا کرد، اومد بارسلونا اصلا خوب نبود و الان هم که تو ترافیک وحشتناک قطع توجه بارسلونا هاشو تو کفش کرده جاوی که برو. اینم میگه من نمیرم، خودمو میخوام اثبات کنم. بابا اثبات نمیتونی بکنی، در شرایطی که لواندوفسکی هست به تو بازی نمیرسه و واقعا بدبخت بازیکن. این تو رفتی لیون ارزشای خودتو اثبات کردی، اومدی بارسلونا که منصه ظهور برسونی، اونجا کمان رفت. واقعا بدبختی منفیس، بدبخت‌ترین بازیکن منفیس دیپای، ول نکن ترین بازیکنه نقل و انتقالات که به نظر دیگه داره ول میکنه آقای فرانکی دیونگه. بارسلونا دیگه به آب و آتیش سرخوشه، در و دیوار زد که فرانکی برو، من پول ندارم. ببین منچستر یونایتد داره پول خوبی به تو میده، واقعا خری نمی، چرا نمیری آخه؟ ببین منم میخوام به هر حال به آینده خودم فکر کنم، پاشو برو. و این نمیرفت، گفت شما یکی میمونه که خیلی مهر زیادی کرده باشه. آره با... مهریش آره. و اینم بود بدبخت، ازدواج کرد، یعنی ازدواج کرد فرش گفتم برو، گفت آقا من زندگیم بود بابا، الان تازه زانو زدم خواستگاری کردم، الان پاشم بارسلونا برم زنمو چیکار کنم؟ و اینجوری هم که آقا من چلسی تو نمیخوام برم، الان که چلسیه که چلسی هم نیست. و اینم بدبخته، بل نکن ترین بازیکن هفته فرانکی دیون، اسکول ترین بازیکن هفته هم بگیم. آقای ریکی پشت در سن جوونی که تو بارسلونا بازی میکرد، حالا بهش گفتم بالا چشت ابرو بهش برخورد، پاشو رفت آمریکا. آخه نفهم، خیلی عجیبه، مگه چرا اینقدر زود میبازی خودتو؟ حالا درست آمریکا شاید شرایط جالبی داشته باشه، شاید برای تو یک رویایی باشه مثلا بری در آمریکا بازی کنی، نمیدونم رویا هست در آمریکا بازی کردن یا نه، بری لس آنجلس، ولی آخه خر، آخه تو در این سن میتونی واقعا بری بازی کنی، خودتو اثبات کنی، دوباره برگردی بارسلونا؟ چرا از همین الان بچگی با میشه بری آمریکا؟ دیوونه ای؟ اه پس اسکول ترین هفته ریکی پوچ. برگردیم سراغ رونالدو. موضوع دوم این هستش که رونالدو رو چرا کسی نخواست. خب در این موضوع خیلی میشه صحبت کرد، ما فصل پیش هم یکم صحبت کردیم. رونالدو بازیکن بزرگیه و حاشیه‌های زیادی هم در کنارش داره، حاشیه نه اینکه در تمرین خوب نکنه و این فضای پوگبامانند نیست، اینکه اگر در تاکتیک من نگنجه من نمیتوانم رونالدو رو نیمکت نشین کنم. تبعات زیادی داره نیمکت نشینی رونالدو. ما با قبول کنیم که در های پرسینگ رونالدو اصلا موفق عمل نمیکنه. خیلی حرفا زده شد، خیلی تیم ها گفته شد که جورج مندز رفت صحبت کرد، که برخیاش واقعا زرد بود و به خاطر کلیک رسانه‌ها بود، از جمله بارسلونا، از جمله یوونتوس، از جمله پاریس سن ژرمن. البته پاریس سن ژرمن اینجوری گفته بودن که نیمار رو میخوان رد کنن، بعد از اینکه امباپه مون گفتن که نیمار رو میخوایم رد کنیم، و مثلا اینجوری بودن که آره حالا که نیمار رفت مثلا رونالدو رو بگیریم، و بر اساس کلیک خودشون که مسی رونالدو در کنار هم باشن، چه رویایی چه فانتزی، این حرفا رسانه‌ها کار کردن که خیلی دور از واقعیت بود و به نظرم خیلی مبنایی هم نداره، ولی برخیشون مبنا داشت. چلسی، بایرن مونیخ، رئال مادرید. در خصوص رئال مادرید بخوایم صحبت کنیم، خب نمیتونست اطمینان کنه، تیمی که قهرمان لیگ قهرمان اروپا شده، ستاره خودش رو داره بازسازی میکنه، ستاره خودش مثل وینیسیوس که کاملا احیا شده و میتونه کاملا مسیر درخشش خودش رو ادامه بده، چرا باید رونالدو بیاد که اون دو ستاره در کنار بنزما یا رودریگو بخوان در سایه یک بازیکن بسیار بزرگ قرار بگیرن؟ دومیش بایرن مونیخ، اولی هاینس موقعی که در سال 2013 یک بازیکن 33 ساله رو یوونتوس با مبلغ 100 میلیون یورو گرفت، کلی انتقاد کردن، گفتن آقا چطور ممکنه برای یک بازیکن 33 ساله چنین مبلغی رو بپردازی؟ این اصلا در سیاست باشگاه ما هم نیست. اون آدم‌ها عوض شدن ولی سیاست‌ها همونه. الیور کان هم در این خصوص صحبت کرد که رونالدو یکی از بزرگترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال، اما در سیاست‌های ما جایی نداره. و در سوم چلسی، چلسی خیلی نزدیک بود. چلسی رومالو لوکاکو رو فرستاده بود به اینتر میلان، خیلی خریدهای آنچنانی نداشت، خریدهای جذابی هم نکرد به عقیده من غیر از کولیبالی، مثلا خریدهای چلسی رو اصلا منطقی نمی‌بینم، ولی در نهایت توخل مصاحبه کرد و گفتش رونالدو بازیکن مهمیه، ولی نه نمی‌خوایمش. اتلتیکو مادرید هم این وسط بگیم که آخرین تیمی بود که رونالدو بهش لینک شد، ولی خب مدیر باشگاه اتلتیکو صراحتا گفتش که بازیکن بزرگیه، ولی نه، هوادارا هم اومدن گفتن CR7 نه، و خیلی باستاب منفی داشت حضور احتمالی رونالدو در اتلتیکو مادرید. و در خصوص مورد سوم، تبعات ماندن رونالدو، حالا تبعات بگیم هم خوبی ها و هم بدی ها، ولی من میخوام بیشتر بدی هاشو بگم. اتفاقی رونالدو رقم زد دقیقاً مثل سال پیشه. جورج کلینی در مصاحبه با دی ایزد اند سپتامبر سال پیش گفتش که رونالدو اگه زودتر میرفت خیلی به نفع ما بود. اتفاقی که رونالدو رقم زد باعث شد که ما شروع بسیار بدی داشتیم. اونم درست میگه، رونالدو از زمان بدی رفت. بله ما میدونستیم الگری رونالدو با هم دیگه مشکل
مشکل دارم، ولی رونالدو در این تیم مونده بود و باورمون شد که رونالدو میمونه. در بازی هفته اول سری آ اومد گل زد که وار کنسلش کرد که اصلا مشخص بود میخواد بمونه. یه سر و صدایی هم افتاد که میخواد بره سیتی، به آخر سر شاید یونایتد تحت فشار قرار داد که بره یونایتد و رفت یونایتد. همین سناریو رو رسانه‌ها شروع کردن نوشتن که شاید اتفاقی که برای بارسلونا داشتن رقم می‌زدن شاید این فشاره بود که برگرده به رئال مادرید. خیلی مثل سال قبل نبود، اما میتونه بهش فکر بکنیم. منچستر یونایتد تور پیشفصل خودش رو بدون رونالدو برگزار کرد، هم تور تایلند هم تور استرالیا، و رونالدو به دلیل مسائل خانوادگی در این تور شرکت نکرد. در برزخ این بود که چی میشه، رونالدو میره نمیمونه، من بعد چیکار کنم؟ در پنجره نقل و انتقال بعد مهاجم بخرم نخرم؟ تنهاکم مرتبا از این صحبت کرد، من به رونالدو به مرد اول پروژه بازسازیم نیاز دارم، و خیلی اطمینان داد که رونالدو میمونه و این حرف ها. ولی رونالدو در تور پیشفصل اصلا حضور نداشت و برنامه یونایتد رو دستخوش تغییر قرار داد. یونایتد رفت با اتلتیکو مادرید بازی کرد، یکیچ باخ با گل ژائو فلیکس، و روز دومش در اونجا که کینگ بازی میکنه در روز یک شنبه در مقابل رای وایکانو با تیم زیر 21 ساله ها بازی کرد. رونالدو برگشت به کارینگتون، خیلی‌ها گفتن که میخواد بیاد با تنهاک صحبت کنه، فرگوسن هم اومده و گفته بودن که حالا فرگوسن وساطت بکنه مثلا این بازیکن بزا بره. آقا کسی نخواستش، آره مثلا پدر مادرش اومده که آقا تو رو خوب بزا من برم، حالا کسی نخواستش. ولی اتفاقات رونالدو اومد تمرین کرد، خیلی اتفاقای حاشیه‌ای هم داشت. بازی با رای وایکانو اون صحبت و بگو مگویی که رونالدو با تنهاک داره و اصلا بازی هم دقیقه 80 ول کرد و رفت خونش، و این حاشیه بسیار زیادی پیشفاز. چرا باید همچین حاشیه‌ای برای منچستر یونایتد که اصلا کلا به حاشیه دامن میزنه، چرا باید همچین چیزی برای منچستر یونایتد به وجود بیاد؟ خب تنهاک هم مصاحبه کرد، رونالدو آمادگی بدنی کافی نداره که بتونه 90 دقیقه بازی کنه. همین هم یک سری شایعاتی بود که رابطه این دو نفر شکراب شده. در بازی ابتدای هفته هم دیدیم یک بازی سراسر منفی، اصلا خوب نبود منچستر یونایتد، و مشخصا فرد مک‌تامینی بسیار بد بودن که اصلا این شاید دستخوش تغییر قرار بده منچستر یونایتد رو، که دست چکشو بیاره بیرون و بخواد تمام توانش رو بذاره که فرانکی دیونگ رو بخره. و تنهاگ هم ابتدای فصل نشون داد که تیمش اصلا شرایط روحی خوبی نداره، این خیلی مهمه، نوید خوبی نداد، و من معتقدم منچستر یونایتد نمیتونه فصل خوبی رو برای خودش ببینه، و رونالدو هم تاثیرگذار بود در این فضا. منچستر یونایتد نمیدونم چرا برای خرید یک مهاجم تراز اول تلاش نکرد که حالا 2-1 به برایتون ببازه، الان بره دست به دامن مارکو آرناتوویچ بشه، دوباره خط وسطش بخواد رابیو بخره. اینها به نظرم یک بی برنامگی هستش. رانگنیک کجاست؟ اینم تیم ملی اتریش اصلا ول کرد، خدافظ رفت. مدیر ورزشی منچستر هم نه، که حداقل نه نیست آرنولد که حرومش کرد. آره ولی خب به هم ما باید در خصوص منچستر یونایتد صحبت کنیم، و الان ابتدای دوباره فصل سه دوباره منچستر یونایتد. منچستر یونایتد یکی از به نظرم الگوهای مهم برای مدیریت. تنهاک مربی خوبیه، باید بهش زمان داد، ولی بازی هفته اول و چیزی که ما از بازیکنان کنونی و اسکواد کنونی منچستر یونایتد میبینیم ابدا رنگ و بوی یک موفقیت دراز مدت نداره، و رونالدو هم گفتیم اصلا اطمینان نداره، و یک کم رابطش به نظرم با هوادارها شکراب شد. حرف آخر میخوام شما نظرتون رو بگید در خصوص اینکه منچستر یونایتد چه اتفاقی بر سرش میفته، و دوم اینکه نظرتون نسبت به اقدام رونالدو چیه؟ رونالدو حق داره انقدر خودشو با آب آتیش بزنه که بره در لیگ قهرمان اروپا بازی کنه؟ نظر خودتون رو بگید، و بگید آیا منچستر یونایتد میتونه حتی به جمع 6 تیم اول انگلیس برسه؟ اینجا راباناست و ما تو رابانا از قصه های فوتبالی صحبت میکنیم. ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید که میکنید دیگه. مرسی، خداحافظ. مسی میتونه در کنار امباپه، و یعنی اگر حضور رونالدو در و اینکه پروژه احیای یک تیم محبوبش رو پروژه احیای تیم محبوبش خبرسازترین کی بود؟ کیلیان امباپه. این چرا لاک میشه؟ پس این چرا لاک میشه؟ باورم نمیشه. راحته اینجا علی؟ آره خیلی راحته، اصلا دارم راحت حرف میزنم. از اونجا راحت تره نه؟ آره اونجا خیلی فضای سختی داره. باشه پس میخوای همش اینجا بگیری؟ اینجا آخه راحت صحبت بکنی. خدافظ. بذار یه لحظه دیگه اینجا باشم. رو خدا.